سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران، روز دوشنبه 31 تیر ماه در شعبه نهم دادگاه کیفری تهران برگزار شد و در پایان این جلسه قاضی در اقدامی غیر منتظره پایان رسیدگی به پرونده را اعلام کرد. تنها 3 جلسه برای یکی از جنجالی ترین پرونده های قتل از زمان تشکیل جمهوری اسلامی. نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان ساکن تهران که به گفته خودش روابط دوستانه ای هم با شهردار سابق تهران داشته، معتقد است همین سرعت پایان دادرسی بدین مرز که احتمالاً دادگاه حکم قصاص را علیه محمد علی نجفی صادر خواهد کرد. لحظه به اصطلاح ساعت پایانی جلسه سوم مشخص بود که دادگاه سمت سوش چیه. بدین ترتیب نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، معتقد است که این احتمال وجود دارد دادگاهی در جمهوری اسلامی برای نخستین بار برای یک سیاستمدار اصلاح طلب حکم اعدام صادر کند. اما پیش از آن که به حکم احتمالی دادگاه بپردازیم، از آقای احمدی نظرش را درباره استراتژی وکلای وی در دفاع از موکلشان سوال کردیم. استراتژی دفاع بد نبود. به هر حال از همون اول آقای نجفی گفتند قصد قتل رو نداشتن و تیراندازی ها نشون میده که منازعه ای بوده، نه قتل به مفهوم یک تصمیمی که فرد را بیفته بره شلیک کنه. خب اگر ایشون میخواست یه گلول شلیک میکرد تمام میشد، از یه فاصله یه متری دو متری داخل یه وان هم. ولی همین که 5 تا گلوله شلیک شده و 4 تاشین در اونور خورده، یه دونش اونم از توی دیوار کمانه کرده، از توی کاشیه دیوار کمانه کرده اومده خورده به دست و بعدا رفته توی قلب و ریه، خب این پیداست که قتل شبه عمد ما از نظر حقوقی میگه. حالت قتل است ولی انگیزه و تصمیم برای انجام قتل نیست. اون تیرهایی که بی هوا شلیک شدن و یه دونه از اینا کمانه کرده، اونم کمانه کرده باز مستقیم. صحبتی که شما میکنید این دفاع وکیل بوده، یعنی وکیل آقای نجفی گفته که این تیر مستقیم ثابت شده. این هم گزارش کارشناسی، اینه گزارش صحنه، اینه دفاع وکیل با واقعیت مطابق است. خارج از واقعیت که نیست. نه، چون اون چیزی که ما در اخبار خوندیم این بود که درخواست وکیل بود که از کارشناسای قضایی بیان و بررسی کنن ببینن آیا این ادعا درسته که تیر مستقیم نبوده و کمونه کرده یا نه. آیا این ثابت شده؟ بله، اینکه نوع سوراخی که در داخل بدن تشکیل شده، چون گلوله وقتی که مستقیم میخوره حالت دورانی داره، یعنی گلوله با دورانیش سرعت میگیره، ولی وقتی میره کمانه میکنه اون حالت دورانیش گرفته میشه، به صورت بیضوی یه جای سوراخ میکنه. خب گزارش پزشکی قانونی اینه و تیرامونه، یعنی اگر مدور بود، یعنی شما مستقیم شلیک بکنی از اون خازن وقتی که گلوله میاد بیرون، اون چرخش ها باعث سرعتش میشه. اما وقتی که با سرعتش میره میخوره به جایی، بده هنوز خیلی سرعت داره، بر میگرده به قول خودمون کمانه میکنه، اون موقع است دیگه نمیتونه اون حالت دورانی رو داشته باشه، یه حالت زیگزاگی داره که ما میگیم از ذره علم پزشکی قانونی میگیم حالت کمانه کردن. و گلوله هم خم شده، یعنی از یه حالت تیزی مستقیمی که داره اینجا تا کمی آورده که اون کمانت کردن به دیوار رو نشون میده. کسی هم منکر این نشده. آقای احمدی، شما این موضوع که 5 تا گلوله شلیک شده و تنها یکیش منجر به فوت شده رو نکته‌ای به نفع آقای نجفی میدونین، ولی بعضی هم ممکنه بگن برعکس، آقای نجفی چند بار شلیک کرده و تلاش کرده خانم میترا استاد رو به قتل برسونه تا سرانجام موفق شده. فاصله چقدر بوده؟ کسانی که اون استدلال میکنن باید صحنه جرم رو ببینن. فاصله ضارب با مضروب یه فاصله 1 متریه، پس 5 تا شلیک اصلا معنا نداره اگر قصد باشه. اگر غیر قصد باشه خود طبیعتا 10 تا دیگه میتونست باشه، چون اینا گلاویز شدن، صحنه بازسازی شده. باروتی که در کف دست اون خانم بوده، نزدیکی دست، چسبیدگی دست و مماس دست با اسلحه رو میرسونه، یعنی
اون طرف دستای ایشون رو گرفته، در حالتی که مقتوله دستای آقای نجفی رو گرفته، زنیست 10 سانت از قدش از ایشون کوتاه‌تره و سنش نصف سن ایشونه، قدرتش بیشتره، اومده دستای ایشون رو گرفته و اون کلمه از روز اول آقای نجفی همه جا میگو گفتم ول کن ول کن. خب این واقعیتیست، اون وجود گاز باروت کف دستش مقتوله و نوع شلیک ها همه نشون از یک نزاع میده، درگیری، حالا درگیری و قصد این که جلوگیری از تیراندازی باشه نمیدونم یا هر چی باشه، بوده درگیری. خب الان این فاصله نزدیک چجوری به قول معروف به نفع آقای نجفی تموم میشه؟ فاصله نزدیک همین فاصله، یعنی دیگه قصد تیراندازی مستقیم قتل رو نداشته. اگه فاصله نزدیک یه تیر شلیک میکرد، در فاصله نزدیک 5 تا تیر شلیک شده، یعنی این که گلاویز شدن. جرم چند تا رکن داره، ارکان متعددی داره، یکی رکنش قصد و نیت. این قصد و نیت وجود نداره، چون ایشون اگر میخواست به راحتی بکشه وقتی رفته طرف رفته تو حمام، یه فضای 2 متری جایی است و حضورتون عرض کنم از بیرون میومد، از لحر مستقیم میاد میگه رش جایی شلیک میکرد. در اون فاصله نزدیک این شکل تیراندازی ها صورت گرفته، پیداست که قصد قبلون نبود. خب نمیشه گفت که به محض اینکه آقای نجفی وارد حموم شده، با توجه به اینکه به قول شما 2 متر هم بیشتر فاصله ای نیست، خانم سابقش متوجه شده و سعی کرده مانع بشه و این خب تیرهای دیگه شلیک شده و نهایتا آخرین تیر باعث قتل شده. کسی که انگیزه قتل داشته باشه داره میره، تا اون بیاد از داخل بیاد بیرون دستم رو ماشه شلیک میکنه، که این فرضی اصلا مردوده. اون متوجه شده، اومده جلو بگیره، کسی داخل همه آب هم داره میریزه، متوجه میشه تا بیاد از داخل وان بیاد بیرون شلیکش کرده. خب چه لزومی داشته که آقای نجفی اسلحه رو از حالت ضامن خارج کنه و آماده شلیک کنه؟ میگه از قبل بوده. آقای نجفی گفته که برای استفاده از اسلحه آموزش دیده بوده. عجیب نیست که فردی که آموزش دیده اسلحه رو در این حالت نگه میداره؟ حضورتون از کنم به خوبی آموزش ندیده. ایشون سابقه میگه من در بیروت بودم با مرحوم چمران، اونجا تیر اندازی کردم در سال 56، بعد چند در سال 60 که اسلحه در اختیارشون گذاشتن یه دوره آموزشی دیدن و بعد از اون یه دونه گلوله شلیک نکردن از سال 60 تا 98، 38 سال اسلحه به عنوان یک وسیله بی‌آسیبی بوده. پس کماکان شما معتقدین که با وجود اینکه 5 تا گلوله هم شلیک شده، میگید که نه این اصلا ناخواسته بوده و هر آخه اینجوری که ایشون تشریح میکرد خیلی هم عجیب بود. مثلا میگه که من رفتم جلو فقط خواستم بترسونمش، اون دستشو گذاشته رو شونه من، نمیدونم یه گلوله شلیک شد، 2 گلوله شلیک شد، چند تا شلیک شد. خیلی عجیبه، یکم شبیه کارتون هاست، میدونین؟ نه برعکس، نظریه شما شکل کارتون هست. اگر شما با صحنه های از این دست توی پرونده های جنایی روبرو شده باشید، از 1100 تا پرونده، یعنی کسی قصد داشته باشه درگیر بشه، حتی بین مردا که بیاد قصد داشته باشه وارد بشه، حتی فضا هم محدود نباشه، طرف حمله میکنه، دستو میگیره، پا رو میگیره، یعنی به حمله اول هیچ کس به طرف دستو پا نمیکنه، به طرف اون که تعادل رو از بین ببره. ما یه دونه پرونده نیست، ده ها صد ها پرونده از این دست آدم توی طول عمرش بررسیشون کرده. این پرونده های سوء نیت نیست، گلاویز میشه. یعنی در پرونده یک طرف میدونه قصد داره که انجام بده، همه ی حرکتش به قصد این که تعادل طرف رو از بین ببره، ولی وقتی که نه قصدی نیست، طرفین دارن تهدید میکنن همدیگر رو، حالت گلاویزی پیش میاد. این اصول اولیه که ما توی کلاس های جرمشناسی به بچه ها درس میدیم یا قدیما خوندیم خودمون اینه، یعنی تفاوت نوع شلیک و شیوه شلیک، تفاوت تعداد اسلحه ها و قرار گرفتن افراد با انگیزه طرف. آقای احمدی، پیش از دادگاه فرضیاتی مبنی بر مهدور و دم بودن خانم میترا استاد یا مسلمون نبودنش یا پرستو بودنش مطرح شده بود. چی شد که آقای نجفی تمام این فرضیات رو انکار کرد و
آیا این الان کارش رو برای دفاع سخت‌تر نکرده؟ ببینید آقای نجفی آدم آرومی بود، چون من دوستی قدیمی باش داشتم، یه آدم آرومی بود، آدم موقری بود و وزیر فرهنگ بود، وزیر آموزش پرورش بود. کسی توقع نداشت از یه فردی که تربیت آموزش و پرورش مملکت در اختیارش بود و ساختار آموزش پرورش از انقلاب بعد ایشون دگرگونی به وجود آورد. ایشون نخستین کسیه که از چیز آیین‌نامه منع به اصطلاح تعدیب تنبیه بدن دانش آموزان تصویب کرد و مانع شد. یعنی اگر کوچکترین این آدم نمیتونه آدم خشنی باشه و یه زمانی هم علاقه به نفر پیدا کرده. باز اینم برحال انسان است و باید در جای اون قرار گرفتیم. چرا اون شرایط بود اون علاقه به اون نفرت تبدیل میشه؟ باید از اون شروع اون علاقه تا اون نفرتی که درگیر میشن با هم دیگر و اون موضوعاتی که در طول مسیر اتفاق افتاده و یک آدم آرام، یک آدم فرهنگی، یک آدم فرهنگی رو کم کم تبدیل میکنه به آدم خشن. این رو در نظر بگیرید در طول این مسیر. خب حالا این آقای نجفی یه فرد مذهبی نه افراطی، یک مسلمان بود، بعدا متوجه میشین زن علی اللهیه، هرچند هیچ شاخه مذهبی فکر نکنم بگه علی اللهی یا نامسلمان هم. مثل بقیه فرق اسلامی بسیاری از مجتهدین ما معتقدن نخیر اینا مسلمان هم، یه دهی هم معتقدن خب مسلمانی هستن که باید مجددن شهادتین رو بگن چون اساس اسلام رو قبول دارن، نبوت حضرت رسول، قرآن و و و حالا یک غلوبی میکنن در مورد شخصیت مولا علی. و خب این یه مسئله است. خب ایشون همین کار برده پلو آیت الله مکارم شیرازی، پلویشون مجددن شهادتین گفته. یعنی این مسئله منتفی است. بعد از اون میاد درگیری هاشون یه آدمی با اون سن و سالش با اون جایگاهش میگی پرسیدن خبرنگارا در روز ثانی های اول ازش گفتن شما ایشونو میزدید؟ گفت نه ایشون چندی بار من زدی. خب این باید یه خشونتی بین طرف، یعنی اون با جدایی عاطفی بین طرف پیش بری که هم ایشون هم بزدن دیگه. بعد از اون وقتی که برمیگرده تهدیدش میکنه که و یا سوابقی رو ارائه میکنه، من این گذشته رو داشتم، من حالا به مثبت منفیش اصلا کار ندارم و به این موضوعات اصلا کاری ندارم، این که خب روی مرد اثر منفی میذاره و باعث میشه به قول فروید میگه اون آخرین فشاری که به طرف وارد میشه و فنرش میپره و اون خشونت میشه، میگه بریم اون آخرین منطقیون ما هم میگن که یک ضریب مقاومتی رو یه پرکای آخری میفته میشکنه. اون پرکایی که اینقدر سنگین نیست ولی دیگه از ضریب مقاومت خارج میشه. منظورتون اشارات همسر سابقش به روابطش با مردای دیگه است؟ بله، حالا حداقل بیان این مطالب از ناحیه ایشون. من کاری ندارم که چون هم ایشون مرده و هم حق ندارم کسی رو متهم کنم چیزی که احراز اثبات نشه، ولی اینا بیان میشد از ناحیه‌های نجفی و سوابق اون بنده خدا هم به هر حال سوابق علیه السلامی نیست. اینا یه مرد آروم موقری رو که بیان ببینیم نقش هر یک در وجود آمدن اون حادثه چقدره. اگه میخوایم ما یک مطلبی داریم در علم حقوق به اسم دفاع مشروع، یعنی اگر یک از یک طرف یک حمله به من صورت میگیره تا چه میزان من میتونم در مقابل اون حمله دفاع کنم و خروجی این دفاع من اگر منجر به قتل طرف شد یا منجر به نقص عضوی هرچی شد آیا این هم محسوب میشه یا هم محسوب نمیشه. ما بیرون یه دفاع مشروع یا نه در حقوق ایران، در حقوق همه دنیا این هستش. خب حالا دفاع مشروع ممکن فیزیکی باشه، ممکن حمله، ممکن فیزیکی باشه، ممکن حمله روانی باشه. این حملات روانی چه میزان باعث شدن شخصیت یک فردی رو از اون تعادل خارج کنن؟ کدام مواردی است که متاسفانه این پرونده از همون میزان که حساس بود برای آقایون هم همون میزان ظاهرا
سرعت درش حساسیت پیدا کرده. از معدود پرونده‌ای است که در ایران سابقه نداره. از لحظه وقوع تا لحظه پایانش 37 روز طول کشید. البته ما پرونده‌های قبلا داشتیم که دقت فدای سرعت شده، ولی خیلی موضوع روشن بوده، ابهام نداشته. فردی آمده وارد یه خونه شده، افراد و خانواده بهشون تجاوز کرده، کشتنشون، بازداشت شده. خب این سرعت دادن بخاطر اینکه جو روانی جامعه همه منتظر مجازات این فرد بودن. اما در مسئله آقای نجفی که الان وزنه موافقین آقای نجفی در جامعه به شدت بیش از اون خانومه، یعنی الان هیچ کس نمیگه بابا یه دختر جوانی الان به قتل رسیده و حالا همه دارن میگن خب خودش مسبب بوده. در این پرونده ما نباید سرعت فدایه. البته همه که موافق نیستن باهاتون، چون افرادی هم هستن که میگن که نه ایشون بر صورت قتل مرتکب شده. حالا 100 درصد جامعه من که نگفتم، من میگم کفه این وریا خیلی بیشتره. اطرافیان شما احتمالاً اینطوری بگید. دو تا مطلب، شما دو تا مطلب در رسانه‌های به اصطلاح مکتوب که باید مجوز بگیرن، نه میگم تو اینا نه، حتی در رسانه‌های اصولگرای اینجا که مخالف فای نجفی بودن و در دوره شهرداریش آنچنان علیه ایشون تاختن تا مجبور به استعفا بشه، تو همین فضای مجازی تعداد مطالبی که راجع به نجفی نوشته میشه به استدلال‌های علمی که میارن، استدلال فنی که میارن و تعدادی که راجع به اون بند خدا نوشته میشه. من خودم جز اولین کسانی بودم که بابا در نظر من، یعنی همون شاید 4 ساعت هم نگذشت بود از حادثه که اولین مصاحبه داشتم شب با یکی از این رسانه‌ها بی بی سی زدم، گفتم بابا در نظر داشتم یعنی برای الان مرده، یعنی برای کشته شده، یه جوان از اصلی ساقط شده، برای اونم یه فصلی رو باز کنیم. ولی میبینیم فصل اون هی داره اوراقش کم 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 تر میشه، ورودش توی زندگی یک خانوادگی مجموعه ای، یعنی زن دوم شدن، علارغم طرف زن داشته بچه داشته، علارغم تفاوت سنی و و و همه اینا، هیچ کدوم از اینا رو شما نمیخواید در نظر بگیرید. حالا من سعی میکنم بر اساس موضع دیگران رو مطرح کنم. آقای احمدی عزیز، آقای نجفی این مسئله دخالت یک نهاد امنیتی رو هم خیلی کمرنگ کرد با این حرف که نه خانم میترا استاد پرستو نبوده. نظر شما در این باره چی هستن کلا؟ بله، به هر حال من نفس پرستو رو هیچ کس رد نمیکنه، بوده در سیستم های سیاسی دنیا بوده، ولی در این که بنده خدا بوده یا نبوده فی الواقع نمیدونم. اما خروجی ورودش به منزل آقای به زندگی آقای نجفی نتیجه همون حرکتی بود که یک نفر رو به قصد بفرستن داخل خونه و فی الواقع من نمیدونم آیا بوده یا نبوده، ولی آقای نجفی از نوع افعال و اعمالی که ایشون انجام میداد آدرس یک پرستو رو میداد. حالا آیا بوده بعدن باید روشن بشه. خب چرا آقای نجفی اصلا کلن این موضوع رو انکار کرد دیگه، کنار گذاشت؟ آقای نجفی از ابتدای امر گفتش با یه جایی تلفن‌های من و ایمیل‌های من رو میفرستاد و نگفت از اونا مأموریت داشت که برای من چیکار کنه، یعنی یک ظرافتی در کلامش بود که معناش رو شاعر بفهمه، المعنا فی بطن الشاعر، حالا هر کس قضاوت خودش رو ازش بکنه. برای الان هم در یک شرایطیه که حس میکنه این شیوه دفاع براش مناسب تره و البته وکیلاش بر صورت افراد خیلی با تجربه ای هم هستن و اونها هم بر صورت حتما مشاوره بهش دادن و پذیرفتن این مسئله رو. ملاقات وکیلاش 2 دقیقه هم باش ملاقات نداشتم. متأسفانه از روز اول آقای نجفی از وکیلاش جدا بوده، اگر هم هر صحنه ملاقاتی هم داشتن در حضور مأمورین بوده، این خودش هم یه استثناست. در جلسه دوم دفاع رو دیدیم، دفاع آقای نجفی این گوشه رینگ بود، دفاع آقای گودرزی گوشه دیگر رینگ. آقای گودرزی که از متخصص ترین وکلایی است که در پرونده های قتل، خصوصا در پرونده هایی که با اسلحه صورت گرفته،
گرفته تبحر داره و خودشون یک کارشناس فنی است. 18 سال در این مجموعه کار کرده و همیشه نفر اول بازپرسی جنایی، دادگاه جنایی و زمانی هم که دادسرا هست شده بود دادگاه جنایی آیه گودرزی شناخته شده این فرده و انتخابیشون هم برای همین صرفا به خاطر تیراندازی و اون منازعه با سلاح گرم بود. آقای گودرزی شخص شناخته شده نیازی نداره به ببین ورود یک کلمه ورود به عمل کرد اون زن داشت به روابط اونا داشت راستان برای این کار نیومد بود. آمد که حضورتون عرض کنم چون تیراندازی نشانه قتل شبه عمده با تخصص آقای گودرزی روشن میشه. یک کلمه از آقای گودرزی شما شنیدین راجع به اخلاق و رفتار و گذشته و سابقه و ایمیل و نمیدونم عکس و با این رابطه داشتن با اون رابطه داشتن در کلامش باشه؟ فکر نمی کنید در دادگاه جمهوری اسلامی اتفاقا همون بود بیشتر جواب میده تا بود فنی؟ به هر حال ما چون آقای محمدی کشکولی را می قاضی با تجربه میدونیم باورمون بر این بیان واقعیت تا به اصطلاح مسئله شعارگونه با جریان برخورد کردن بیشتر جواب میده. حالا انشاءالله هرچند دیگه باورمون بر این دادگاه جلسه اول و جلسه دوم با جلسه سومش کاملا متفاوت بود. اون سرعتی که در جلسه سوم و عدم توجهش با خواستهای وکیل که یک هیئت کارشناسی اصله و یک هیئت کارشناسی پزشکی قانونی اظهار نظر بکنن و دادگاه اون رو کافی دونست پیداست که دیگه ما جلسات بعدی حداقل در اینجا نخواهیم داشت. میگریم که پرونده بر دیوان عالی کشور نواقصی گرفته بشه و بعد از اون نواقص حضورتون عرض کنم مجدداً برگرد به شعبه همبرز که در اونجا بیشتر به عمق قصه نگاه کنم. منظورتون همون درخواست برای تیراندازی است که آیا این کمونی کرده خورده یا مستقیم بوده؟ بله هم کارشناس های اصله چون یه کارشناس آقای عزتی سرنگ عزتی از بد و الالخط بوده آن کدوم پرونده به این حساسیتی یه کارشناس میاد اظهار نظر کنه؟ این دور از واقعیته و خب باید به روی هیئت کارشناسی این اصله ها گلولهی که حالت تیزیشو از دست داده و دوینا سرعتش چقدر گرفته شده آیا از پشت دست وارد شده جلوی دست وارد شده دست کجای سینه قرار گرفته بوده تعادل کجا بوده اینا رو یه کارشناس اومده یه نظری داده تازه خودش هم در نظریات خودش متناقض هم هستش و تنها مطلبی که از نظر این آقای کارشناس اصله گفته و در پرونده تاثیر گذاره میگه تیراندازی ها بی هوا صورت گرفت. خب این شبه هم یعنی همین و البته شما فرمودین که این مطلب هم گفته که تیر به خانم میترا استاد به واسطه تیر مستقیم کشته نشد. دقیقا اینم گفته و ما هم همین قبول چون نمیتونست غیر از این بگه چون اصل چیز اون گلولهی که تو بدن باقی مانده میگه قرار نیست من یا آقای کارشناس اصله بگه اون گلوله داره میگه من قبل از این وارد بدن بشم خوردم به یک جسم سختی و کج شدم الان این کج من داخل این بدنه چون من از بجا هیچ جا در بدن این خانم استاد به استخوان نخوردم که فرض رو بخشی از فرضیه رو بر این بگیریم من با خوردن به یک جسم سختی در بدن مقتول کج شدم. فارغ از این که میدونم شما برصد به گفته خودتون رابطه دوستی داشتید آیا بازم فکر میکنید که آقای نجفی احتمال داره که تبرئه بشه یا اولین وزیر اصلاح طلبی خواهد بود که احتمالا قصاص خواهد شد؟ من بیشتر به جلب رضایت معتقدم. این اگر حضور پدر و مادر این دختر رو در دادگاه ببین در یک بار پدرش که حتی در دادسرا هم نیومد و مادر اون اوائل پیدا شد بعدن عدم حضور اینا و فکر نکنم انشاءالله که امیدوارم با یک رضایتی روبرو باشیم بلازم که به هر حال اونا هم وضعیت رو میدونستن
پدرشون ظاهرا از ابتدا با این ازدواج تناسبی نداشته، نقش مسائلی که تناسبی بین این دو نفر وجود نداشته تاثیرگذار خواهد بود. من فکر نکنم این خانواده رضایت بدن یه آدمی که آرام بوده، متین بوده، به وسیله عمل کرده دخترشون به خشونت روی آورده اون کشته بشه. تأثیری نخواهد داشت برای اون خانواده. مضافاً به این که به هر حال میتونن با جلب رضایت خب دیه اون یا هرچی بابت آزادی چیزی رو بگیرن، با توجه به این که از اون زن یک وارثی باقی مونده که ممر مالی و معاشی نداره. برادر اون خانم یعنی دایی اون پسر با الان خواهر من چیزی ازش باقی نمونده، ثروتی نداشته و اندوخته ای نداره. خب به هر حال باید فکر آینده بچه ایشون هم بود. میشود با جلب رضایت به تامین و اخذ مبالغی بابت اون رضایت حداقل آینده این بچه رو که آرزوی اون زن بوده، گفتم میخوام بچه‌ام به مدارج عالی برسه و پست‌های سیاسی بالایی رو تصاحب کنه، شاید با داشتن این سرمایه اون پسر بتونه الهی ترقی رو طی کنه. پس شما به دادگاه امیدوار نیستید؟ یعنی فکر میکنید که احتمال اینکه دادگاه حکم قصاص بده زیاده؟ 100% من مطمئنم که دیده. یعنی با اون آخرین لحظه به اصطلاح ساعت پایانی جلسه سوم مشخص بود که دادگاه سمت سوشیه.